اسم من لادنه، من در ایران به دنیا آمدم در یک خانواده مسلمان. در ایران ممنوعه که کسی به مسیح ایمان بیاره، مخصوصا اگر مسلمان باشه و کتاب مقدس داشته باشه. کتاب مقدس به کس دیگه بده در مورد ایمانش با کسی صحبت بکنه، این یه جرم به حساب میاد. وقتی که به کلیسا رفتم و دیدم که چطور خدا رو با شادی پرستش میکنن، برام خیلی عجیب بود. به خاطر اینکه تو اسلام ما معمولا تو مراسمی که خیلی مراسم عزاداری هست و با گریه مسلمونا خدا رو میپرستن و دعا میکنن، زمانی که خانواده من و دوستان متوجه شدن که من به مسیح ایمان آوردم، اصلا خوشحال نبودن. مخصوصا خانوادم می دیدن که زندگی من داره تغییر می کنه. احساس کردم که چقدر این بار در قلب من بیشتره برای اینکه برم و به مردمم در مورد مسیح بگم. اونجا محبت خدا رو بیشتر داشتم می چشیدم و می شناختم. با تمام نگرانی ها و ترسایی که داشتم برگردم به ایران و این پیغام رو به مردمم بدم. خواستم که از ترکیه برم به ایران. خیلی توی راه مسیر طولانی هر لحظه به این فکر میکردم که تصمیم درستی گرفتم یا نه. اونجا خیلی نگران بودم، فکر میکردم که اینجا شاید اتفاقات خیلی سختی برای من بیفته. کتاب مقدس و کتاب های مسیحی برده بودم، ولی سعی کرده بودم که همه اونا رو زیر لباسام قایم کنم. زمانی که از مرز رد می شدیم باید تمام چمدون ما رو چک می کردن. وقتی که به چمدون من رسیدن فقط لباسا رو دیدن، ولی من یه کتاب انجیل یوحنا توی در کیفم، در چمدونم داشتم. کسی که بازرسی میکرد، پلیسی که بازرسی میکرد، متوجه این انجیل شد. وقتی که این انجیل رو دید خیلی عصبانی شد و من هم خیلی نگران بودم. چقدر این یک کتاب کوچیک این افراد رو ترسونده و چقدر براشون این وحشتناک یک کتاب، یه انجیل وارد ایران بشه. اونا میدونستن که با وارد شدن انجیل توی ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. همین یه انجیل کمک میکنه که یه شخصی به مسیح ایمان بیاره و مسیح رو بشناسه. توی ایران شروع کردم به بشارت دادن. هر جایی که میرفتم با خودم انجیل، کتاب مقدس میبردم. اونجا هر کسی رو که میدیدم توی پارک، توی مرکزهای خرید، با در مورد مسیح صحبت میکردم، انجیل رو بهشون میدادم. می دیدم که چقدر مردم با اشتیاق این کتاب رو می گیرن و شروع می کنن به خوندن. هر روز بیشتر می دیدم که مردم به مسیح ایمان میارن. بعد از مدتی متوجه شدم که پلیس متوجه کار ما، خدمت ما شده. پلیس من رو پیدا کرد و به من زنگ زد که باید برم خودم رو معرفی کنم. من آماده شدم با تمام ترسی که داشتم. میدونستم که این کار درسته که برم و خودم رو معرفی کنم. 26 دسامبر بود که من رو دستگیر کردن و من به زندان رفتم. نمیدونستم که چه مدتی من قراره که اونجا باشم. فکر میکردم که برای خیلی مدت طولانی اونجا خواهم بود. بارها برای بازجویی رفتم و هر بار اونا تلاش میکردن که از من اطلاعات از در مورد دوستام، در مورد اعضای کلیسا بگیرم. وقتی که من جواب نمیدادم اونا خیلی عصبانی میشدن و با عصبانیت با من برخورد میکردن. توی بازجویی بودم، خودکاری که باید با اون سوالا رو جواب میدادم، تونستم که بیارم به سلولم. این خیلی جرم بزرگی بود که توی سلول انفرادی من یه خودکار داشته باشم.
خود خدا شروع کرد که کلامش رو به یاد من آورد، آیه هایی که من اون لحظه نیاز داشتم که باهاش قوت بگیرم خدا به یاد من آورد. هیچ وقت هیچ کدوم از این آیه ها رو حفظ نکرده بودم، ولی خیلی عجیب خدا به یاد من می آورد و من رو تشویق می کرد که بایستم. من شروع کردم این آیه ها رو روی دیوار نوشتن. دعای من اینه که یه روزی شاید تو آسمون متوجه این بشم که یه کسی اونجا خونده و ایمان آورده به عیسی مسیح. فکر میکردم که اگر برای تمام عمرم قراره که توی زندان باشم، فقط از خدا میخواستم که یک ساعت به من اجازه بده برم بیرون از زندان و به بقیه بگم که چقدر این کلام مهمه و این کلام باعث میشه که زنده بمونم و بتونم که بایستم. حتی اگر هیچ چیزی برای خوردن و نوشیدن نداشته باشم، این کلام خداست که میتونه منو زنده بکنه. خیلی دردناکه این، یعنی که فکر کنی که بیشتر مردم کشورت فرصت این رو ندارن که در مورد مسیح بدونن یا بشنون. میدونم که الان خیلی شاید توی نگرانی و ناامیدی هستیم، ولی میخوام بگم که برای تو امید هست در عیسی مسیح. وقتی بهشون فکر میکنم احساس میکنم چقدر تشنه و گرسنه این کتاب هستن. خیلی وقتا فکر میکنم که اگه هر کدوم از اونا یکی از این کتاب رو داشته باشن، من فکر میکنم که میتونن کل دنیا رو تغییر بدن، نه تنها ایران رو. این کتاب نیازه که دست به دست به کسایی که توی ایران هستن و منتظرن تشنه این کتاب و این کلام هستن بهشون برسه. میتونه که به یه خانواده داده بشه و اونها به همدیگه میدن، به دوستاشون، به کلیساهای خانگی داده میشه، اونها میتونن که به افرادی که وارد کلیسا میشن این کتاب رو بدن. مردم ایران تشنه کلام خدا هستن و امروز روزیه که باید این کلام پخش بشه بینشون، چون اونها منتظر حقیقت هستن، تشنه حقیقت هستن و از طریق این کلام میتونه این تشنگی برطرف بشه.